درود دوستان و سروران، در خدمتون هستم. برای فال روزانتون امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب باشه. عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما هستم. ببینیم چه خبر است در کارت ها. اولین کارتی رو که ازش استفاده میکنم در ارتباط با هیجانات شما هست. ببینیم شما دوست عزیز گل و بلبل من که نگاه میکنین در چه هیجاناتی تشریف دارید. این کارت حرف بهتون الهام میشه. حالا خدا نشدین فعلا، نه الهام داره بهتون میشه، یه مسئله براتون واضح هست، حالتون خوب هستش، همه چیز براتون روشن و شفاف هستش. خیلی هم خوب، عالی. بهترین حالتی که ما داریم اینه که همه چیز برام شفاف، ابهام ندارم. در مورد دیگران دوستان عزیز یا در مورد خودتون یا شخص خاصی رو در نظر بگیرین یا برای خودتون ببینین، باز هم ادامه هیجانات هست. هیجانات دیگران در مقابل شما یا خودتون یا شخص خاصی، تصمیم بگیرین کیو میخواین اینجا بذارین. خب ببینیم کارت بعدی. کارت بعدی دوستان افرادی هستن که به شما وابسته هستن، افرادی هستن که دستشون گیر هستش، بند هستش در دست شما. حالا این وابستگی وقتی که یه قفل اینجا افتاده، خب وابستگی درست نیستش، ولی اینکه وابستگی های خانوادگی باشه، هر چیزی که هست، دست پاشون بند شما هست. خب بریم ببینیم کارت های دیگه از چه کارتایی از این کارت ها استفاده میکنم. خب کارت ابله افتاد، کارتی که من خیلی دوست دارم، خوشبال دیوونه که همیشه خندونه دوستان. ولی خب من باید اول کنوانسیونم رو بگم و بعدش نگاه کنم. یه وقتایی تو دستم هست کنوانسیونم رو میگم، یه وقتایی نه. خب ببینیم که چه خبر عزیزان دل. خب واو، کارت ابله رو برداشتم، کارت حاجت روایی براتون افتاد. همین الان چشماتون رو ببندین، خواهش میکنم، و یک نیت کنید تا کارت های بعدی رو بریزم. خب میخوام ببینم در چه عدد شناسی از نظر عدد شناسی در چه حسی حالی هست. اپ اپ اپ، نه این دیگه نه، لطف کنید من بگین از نظر عدد شناسی. عدد 7، من متفاوت هستم از دیگران و اینکه تفاوت هست، متفاوت هستین از دیگران، یک تجربه خاصی داریم ولی فروتن هم هستین دوستان، و اینکه دلتون میخواد که دیگران هم متوجه بشن که شما مثل اونا نیستین. متفاوت هستم ولی خوشبین و مهربان هستم. اوکی، و اما از کارت های بعدی استفاده میکنم، ببینیم که کارت های دیگه بهتون چه چیزی میگن در ارتباط با تمام این چیزهایی که اومدم و به اینجا بهتون گفتم. دوستان من از کارت های توین فلیم استفاده میکنم، ببینیم کارت های توین فلیم چی میگن. خب کارتی که افتاد حرف از قدرت شما میزنه، قدرتمند بودن شما دوستان. قدرت دارین، حاجت روا هستین، انرژیتون اگر تحلیل رفته دو مرتبه داره به سمتتون بر میگرده، مسائل خوب وجود دارن، و اینکه من بهتون میگم آفرین بر شما و چه به به، خیلی انرژی خوبی. و ما انرژی بعدی، خط بعدی نه، کارت بعدی. اوپ اوپ بزنم سر جاش، بریم کارت بعدی بهتون چی میگه. کارت بعدی دوستان حرف از جفت روحی میزنه، و یا اینکه حتی برای یک سری ها جفت روحی ما هامون اکثرا دوستامون هستن. دوستان عزیز توجه کنین، یک سری شما عزیزان دل دارم میبینم که خیلی مسائل دارن، خوب و خوش براتون پیش میرن، دیگرانی هستن که بهتون وابسته هستن. حرف از وفاداری، وفادار، کلمه وفادار از زبانم داشت میافتاد. شما خیلی خوب همه چیز براتون روشن هستش، و اینکه سعی میکنین با مهربانی حالا دست دیگران رو بگیرین، قدرت دارین، و اینکه افرادی هستن کنارتون که دارن میبینم که دوستشون دارین و اونها هم شما رو دوست دارن، و اینکه خیلی ممکنه کنارتون هم نباشن ولی به هر حال افرادی هستن که اینگونه هستن با شما. من از کارت های دیگه استفاده میکنم، من از اوکی خیلی وقت هست از این کارت استفاده نکردم. برای خواندن انرژی های برجسته شما سعی میکنم از این کارت استفاده کنم. خب
بریم ببینیم اولین انرژی که با شما همراهی میکنه دوستان عزیز چه انرژی هست. خب اولین انرژی منو باید بپوشونم. کجا رفت کارت؟ بیاد اینجا تا منو بپوشونم. خب اینجا دارم میبینم که داریم فداکاری هایی رو انجام میدیم. فداکاری هایی، حالا همه ما در زندگیمون یه وقتای مجبور هستیم فداکاری هایی رو انجام بدیم. زمینه های فداکاریمون مختلف هستش، یا برای کارامون هستش، وقت خودم رو فدا میکنم، یا برای خانوادهمون هست، یا برای عزیزانمون، بالاخره هر کسی که هست. خب در ارتباط با انرژی مثبتی که به سمت شما داره تشریف میاره، ببینید چه خبره. خب حرف از فراوانی که داره وارد زندگیتون میشه، مسائل بسیار خوب، حاصل و دسترنجتون رو درو خواهین کرد، حاصل دسترنجتون رو درو خواهین کرد و خیلی هم خوب، و من بهتون آفرین میگم و اینکه برکت و نعمت و رحمت با شما یار هست. توصیه کارت ها، باز هم باید اینو بپوشونم، ببخشید این کارت ها همشون درش اوریان هستند. توضیح که بدم برای کنان، دو تا کارت پوشیده شد. دوستان عزیز، یوتیوب خیلی روی این کانال حساس هست و اگه وقتی که عکسی باشه، که عکس که نیستن، اینا نقاشی هستن، نقاشی اوریان که باشن، ویدیو رو تنبیه میکنن، دوستان کانال رو از دور خارج میکنن و من زمان گذاشتم که بفهمم این موضوع رو. برای همه کانال ها نیست، برای روی کانال من خیلی حساسن. ها به من بگیم برای چی، من نمیدونم دوستان. خب بریم ببینیم اینجا. دوستان عزیز، احساس میکنم که میگه خودتون باشین، خودتون باشین دوستان. خب هر جوری که دلتون میخواد دوست دارین باشین. و توصیه کارت ها اینجا تو پس این هستش که چالشتون این هستش که خودتون باشین، و اینکه توصیه کارت ها این هستش که خوشبین باشین و استقبال کنین از آنچه که داره وارد زندگیتون میشه دوستان، و اینکه آمادگی استقبال مسائل خوب رو هم داشته باشین. همین الان بگین من آماده هستم که هر اون چیزی که مسائل خوب، انرژی های خوب رو در زندگیم دریافت کنم. خب بریم ببینیم که سراغ کارت های دیگه بریم، و اینکه ببینیم که در دامنه احساسی چه خبر است، در دامنه کاری چه خبر است، و در دامنه مادی چه خبر است. دوستان عزیز، خب در دامنه احساسی شما چه خبره؟ چشم سومتون یه چیزایی براتون واضح هستش. چه چیزی ببینیم واضح هست براتون خبر داریم؟ اوکی، که شرایط مقداری ممکن است که شرایط الان در حال حاضر آنچنان هموار نیست برای زندگی احساسی یک سریاتون، و اینکه ولی دارم میرم کم کم دارین جون میگیریم، کم کم جون میگیرین دوستان. به خودتون اجازه رو بدین، به خودتون یه وقتای مرخصی احساسی بدین. اینقدر در مورد مسائل احساسی مال معروف چهار موتوره و چهار آتیشه نباشین. ببینید چه پیش خواهد آمد، خودتون آماده کنین برای ورود یک زندگی احساسی، نه اینکه انتظار بکشم آماده میشم. در مورد مسائل کاریتون دارم اونم جون میگیرین دوستان، و دارین قدرت میگیرین اینجا. خب و اینکه زندگی کاریتون دستتون هست، هدایت شده هم هستین و کارتون رو دوست دارین. اینجا باز برای یه سری ممکنه یک سابکاری این میون باشه. خب که دارم میبینم که حالا آدم قدرتمندی ممکنه هست باشه و آدم مهربانی هم هست. احساس میکنم که خیلی چیزها رو ممکنه که با شما تقسیم کنه و اینکه موقعیت‌های رو برای شما به وجود بیاره. حالا رئیس هست، سابکار هست، هر کسی که هست. من خود شما دوستان عزیز دارم میبینم که کلا قدرت دارین در زندگی کاریتون، بسیار عالی و خوب. در ارتباط با زندگی مادی شما، تلاش شما رو دارم اینم برای زندگی مادیتون زیاد هستش دوستان، و اینکه ساعت‌ها رو نمیشمارم، تلاشمو میکنم، متمرکز هستم، و اینجا دارم اینم نگاه میکنین شرایطتون رو، دارم میبینم نگاه میکنین، و اینکه جلوی یک سری از مسائل دارین میگیرین، شاید جلوی یک سری از خرج‌ها رو میگیرین، برای که الان احساس میکنین که موقعش نیست. ببینیم کارت های دیگر با هم دیگه، من یک کارت دیگه هم براتون میریزم. دو تا کارت دیگه افتاد در ارتباط با مسائل
مادی شما. اینجا دارم میبینم که دوستان توجه کنید در مورد مسائل مادیتون دارم میبینم هماهنگی داره به وجود میاد. یک سریاتون شاید دوستان عزیز یک پروژه هایی دارین و روش دارین کار میکنین یا میخواین روش کار کنین و اول دارم مشاهده میکنم ببینم چه پیش خواهد آمد. این پروژه ها ممکن استش که پولی رو برای من به ارمغان بیاره ولی ریسک هم ممکن هست داشته باشه. پس بنابراین همه چیز دارم نگاه میکنم و اینکه بررسی میکنم. حالا از اینا که بگذاریم میریم سراغ کارت های دیگه و اینکه من از کارت های لاین آف لاف استفاده میکنم برای پوشوندن این کارت ها. من این کارت ها رو میزنم سر جاشون. ببینیم کارت ها بهتون چی میگن. دو تا کارت اینجا افتاد. خب دست خوردن. ببینید دوستان بهتون گفتم اینجا یه مقداری احساس ناتوانی میکنین در مورد مسائل احساسی. آگاه هم هستین که باید بهتون گفتم آماده سازی کنیم به خاطری که هنوز یک سری از مسائل در دل شما هست، شاید از گذشته شما که باعث خشم شما هست و اینا انرژی منفی رو توی زندگیتون دارن میارن. در ارتباط موازی مسئله باشه، در ارتباط با مسئله و خوبی این مسئله این هستش که به سمت شفا دارین حرکت میکنین، حداقل دستتون اومده. در مورد مسئله کاری دوستان عزیز حرف شفا میزنه و عشق میزنه در مورد، یعنی که کارتون رو خیلی بهتر خواهد شد. من اینجا هم دید بهتون گفتم قدرت دارین و اینکه عشق هم همون که ممکنه یه سریاتون واقعا سر کارتون با کسی آشنا بشین دوستان و حالتون بهتر خواهد شد توی دامنه کاریتون هر در هر موردی که باشه. در مورد مسائل مادی همونجور که گفتم مثل که یه چیزی رو باید امضا کنین یک سریاتون و اینکه میترسین دوستان، میترسین از اینکه اشتباه کنین. اینجا دارم میرم اول دارین نگاه میکنین و بعدش تصمیم میگیرین. خب ببینیم که در انرژی های شما دوست عزیز گل بلبل من یین مقدس چه خبر است. یک کارت برگشت اینجا میگه که من تحمل میکنم، بردبار هستم و تفاوت های خودم رو با تو میپذیرم. ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه چی به تو میگه. کارت بعدی میگه من آماده هستم و اینکه و میخوام یک قدم به سمت تو بیام. ببین دوستان دارم میبینم که مثلا کلا دو تا کارت حرف از آرامش. ببینید شکل دو نفر که آرامش دارن هستش. در مورد هر مسئله‌ای دارم میبینم که سعی میکنین که با یک دید منطقی باش برخورد کنین و اینکه خودتون رو دارین آماده میکنین. دقیقاً در مورد مسائل احساسی هم بود. اوکی من خودم آگاه هستم که یک سری از مسائل هستم ولی روی خودم دارم کار میکنم و اینجا هم دارم میبینم که یک سریاتون تقریبا دیگه یک دوره‌ای که این گونه بوده روی خودتون دارین کار کردین و پشت سر گذاشتین. در ارتباط با یانگ حضرت لولو علیه السلام بریم ببینیم چه خبر است دوستان. میگه که تو منو بیارزش کردی و من به درد هیچ چیز نمیخوانم و من شایستگی تو رو ندارم. خب منم باش موافق هستم، فقط این دیگه خال هندیش رو لطفا پاک کنه دیگه خفمون کرد. میگه که من به معنویت روی آوردم و احساس میکنم به کائنات وصل هستم. حالا که احساس میکنم که بیارزش هستم و برای تو چیزی ارزشی ندارم، حالا دیگه میرم دست به دامن خدا میشم. برحال دوستان عزیز این آدم روزی که حرفای معقول بزنه ما میبینیم، خواهیم دید. اون روز شاید در تناسخهای دیگه باشه ولی در حال حاصل که این گونه هستش. بله من احساس میکنم آدم این که شاید چرت سختی رو داره پشت سر میگذاره و اینکه واسه همین هستش که پروژهش گیر افتاده، پولی باید جایی بگیره، معنوی داره میشه. دوستان همیشه مشکل که داشته باشه معنوی میشه. این بنده خدا با تو در زوج بودن، این پیام شخص مورد نظرتون هست، میگه دوست دارم، فکر میکنم و اینکه امیدوار هستم که این مسئله انجام بشه و این مثل یک احتیاج حیاتی برای من شده. رسمی کردن یک رابطه یا ازدواج با هم بودن و خوشحال و خوشبخت بودن با تو. کی میره این همه راه و یواش یواش؟ ما هنوز آماده نیستیم، عادت نداریم از شنیدن این حرفا. خب دوستان بریم ببینیم که پیام فرشتگان برای شما چه چیزی هست. پیام فرشتگان برای شما میگه که نتیجه مثبت، خورشید در حال سوراخ کردن ابرها هست و تو به این زودی نوری را خواهی دید متفاوت. یک چیزی
به صورت واقعی داره آشکار میشه و یک روز پر از قول داره ظاهر میشه. خب بریم ببینیم که عزیزان از دست رفتن اون پیامشون چه چیزی هست. به خودت اعتماد داشته باش. تو فکر میکنی که من به تو برای تو علامتی نمیفرستم، چگونه میتونم این کارو نکنم؟ هر کدوم از اونها برای این هستش که تو رو آرام کنه. پس اینقدر شک نکن و به خودت اعتماد داشته باش. من همیشه در کنار تو هستم. هیچ چیزی مهمتر از خوشحالی و خوشبختی تو نیست. بگذار ذهن تو آرام باشه و خودت رو روی قلب خودت متمرکز کن. روح تمام عزیزان از دست رفتم و در شادی آرامش باشد. دوستان عزیز، این فایل شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فایل دیگه، خدا نگهدار.